احمد رضا، بله، یه سوالی داشتم. بپرس. آیا تو میدونی که هوش مصنوعی خودش میتونه یک لوگو طراحی بکنه؟ نه والله نمیدونی ها. بعد بریم تست. منم آره اینجا واسه مارکتینگ براس، حال خوب داره، فان توش پر از ولاگ، عدالت داره ویدیوهامون، چیزی میگیم که میدونیم رو حساب و قانون. یه بر آقا فوری و یه بر احمد رضا، ویان یوتیوب کیف کنیم چند وقت یه بار، بهت میگم چرا یوهی تبلیغی بود شد، پس خوش اومدیم اینجا. سلام به قسمت پنجم، ششم بولد شو، خوش آمدین. خوش آمدین احمد رضا. بله. یک سوالی داشتم. بپرس عزیزم. این روزا دغدغه تو چیه؟ واقعا تنها دغدغه اینه که کار این ملت رو برسونم فقط. نه، دغدغه تو این نیست. دغدغه تو مثل همه عزیزان اینه که چرا پپسی لوگوشو عوض کرد. What؟ ما میخوایم بریم از سال 1898 سفر کنیم تا 2023، ببینیم که چه لوگوهایی رو عوض کرده، چه شکلیشون کرده، چرا عوض کرده. به به، خیلی عالی. چون تخصص منم گرافیکه، تو هم نظرت تخصصی بده. خدا رو شکر. خب احمد رضا، بله، سال 1898 لوگوی پپسی این بوده ها. طرف میاد شروع میکنه کمپانیشو. آره. یه لوگو میزنه پپسی، نمیدونم چی پپسی کولا. کولا. آره. بعد میگذره میرسه به 1906. چه فرقی کرده؟ خیلی، طراح اومده فکر کرده، قطرش رو زیاد کرده. آه. و کلن لوگوهای قدیمی هم خیلی لوگوهایی بودن که نقاشی شده بودن. سال 1950 پپسی لوگوش رو عوض میکنه دوباره و تا سال 1972 همون لوگو رو حفظ میکنه. الان میخوایم واسه اون زمان، یعنی سال هولوهوش 1960، یه تبدیل ببینیم. بریم. خب. تبلیغ محترم ها. این بیشتر فقط رقصیدنه، تانگو دارم میرقصم. نه دیگه، شعارش هم میگه بی سوشبل ویت پپسی، اجتماعی باش با پپسی. داداش رقصید دیگه، حالا چیکار کرد؟ من الان پپسی میخورم. فکر کن مثلا دو سال رقصیدی بعد پپسی میخورم. دقیقا همین شد. همه پپسی. این لوگوی اون زمان پپسی بوده. خیلی هم زیبا. دقیقا همون قالبی که توی بخش قبلی گفتیم اومده توی اون پرچم قرمز و سفید و آبی پپسی. اینو من تو همه ویدیوام هم دارم. عرضا میدونی این رنگ قرمز و سفید و آبی لوگوی پپسی از کجا اومده؟ ببین قرمز بودنش که به نظرم واضحه، هم به خاطر اینکه نوشابه است، نوشابه انرژی زاه. خب برای همین قرمز گذاشته که این انرژتیک بودنش رو برسونه. کلا برندهایی که برای صنایع غذایی ان معمولا قرمز و نارنجی و زرد استفاده میکنن که انرژی بخش باشن. کوکاکولا هم قرمز. میریم سال 1973، دوباره لوگوی پپسی عوض میشه. بریم واسه اون سالها یه تبلیغ ببینیم. بریم. 1973. Oh no. I tell my husband to bring home the boss and he brings home his boss. This is the boss I meant, the 64 ounce bottle from Pepsi Cola. Easy shape for handling and just the right size for a crowd of Pepsi drinkers. Lets me pour more than 12 5 ounce servings of great tasting Pepsi. So if you pour a lot of Pepsi, bring home the boss. The 64 ounce boss, that is, from Pepsi Cola. بامزه بود ها؟ بزنم خیلی باحال. آرایه طنز. آره، مدیر و بیارو. یاد پاورچین و مهران مدیری افتادم. غیر از اینی که بتونم براش چیزی که از پپسی الان میبینیم خیلی شبیه این پپسی بوده که سال 73 کم کم داره مدرن میشه. ببینم چه سالی گفتی؟ 73. آره. کم کم دیگه از 1995 به بعد لوگوها رو نگاه بکنید معمولا کم کم به سمت این میرن که ذره از جزئیاتشون کمتر بشه. اپل هم نگاه کنی از اون نقاشی که بوده جزئیاتش کمتر میشه، میرسه به اون سیبه. خانومی اومد.
That's right. Here's your bedroom, Miss Crawford. یه سلبریتیه که پپسی دستش گرفته داره از اون کانکس مخصوص گیریم میاد بیرون. میبینن دیگه. میگه اگه میخوای جذاب بشی پپسی بخوری. یعنی واضح و مستقیم در به ایرانی ها بود دقیقا. به این خوبی بود. خب از 91 عبور میکنیم، میریم سال 1998. گل خداداد عزیزی. خداداد عزیزی توی دروازه. Jordan is way behind. Stick a fork in Jeff. He's done. What is he thinking? Holy balloons. Ooh, that's got to hurt. What could possess a man to drive like that? Gotcha. He's making his move backward. Gordon wins. We got to get him a cup holder. Pepsi is the proud sponsor of the Daytona International Speedway and the Daytona 500. سال اسپانسر اون مسابقه شده بوده. به نظرم که تبلیغ خوب بود دیگه، با حال و سریع بود. آفرین. اون راننده داشت خودشو میکشت پپسیشو بخوره. این پپسی لامصب. این که الان خیلی راحت دست شماست، قدیم جوری نبود که. الان سال 2001 یعنی 3 سال بعد 1998 لوگوی پپسی خیلی عجیب عوض شد. یو از رنگ نارنجی میشه قرمز. چند تا قطره آب هم روش هست. آب هم روش هست. میخواد حس تراوت به ما بده. تراوت. دیوید بکهام. بکهام. تو اینو دیدم. وسط بازی نوشابه میخوره. وسط بازی نبود، تعویض شده، اعصابش هم خورده. خب دیگه وسط بازی نیست، یعنی وسط بازی خودش نیست. آخه ببخشید، لباسشو خواست، لخ شد. در هشتادی ها آره نسل جدید هم اینه. یوونتوسی هم بوده. ای عوضی باریکلا. خیلی تبلیغ باحالی بود، تبلیغ باحالی به پپسی. مخاطب پسند بود. پرفکت. میریم از 2001 جلو تا پرواز میکنیم به 2009. پپسی میشه لوگوش. این مهم این میشه. آره دیگه همینه میشه. آره دیگه 2000 این الان همین اینه. آره تازگی عوض کرد. نه آره لوگوش میشه این لوگوی 2023 پپسی. چقدر جذاب واقعا روشنش. دستمال حوازی پپسی. دستمال حوازی جذاب. کامیون پپسی ماموته ها. قشنگ خیلی مدرنه جدیده. فواره کلا به پپسی. فال 2023. خب آقا پاییز 2023. به نظرت خوب. این لوگوی جدید پپسی یه عقبگردیه به عقب، عقبگردیه به عقب. بله یک عقبگردیه به عقب. به شدت شبیه لوگوهای سال مثلا چه سالایی 1991 اینا شده. میتونم خب. داشته باشم شما داری صحبت میکنی. آره ناکن دوباره اون فونته برگشته، این انحنا اضافی ها حذف شده. ولی یه نکته ای که داره چی؟ انحنا توی خود پپسی اینا خیلی دقیق تر میشه. تو خود پپسی خیلی انحناها بیشتر شده. خودشون میگن که این یک آغازیه واسه عصر جدید پپسی ها. و میخواسته تو این مثلا این 100 سال سابقه که دارن رو نشون بده. ببینم یه نکته بگم این وسط. اتفاقی که یک سال پیش داشت میافتاد این بود که همه لوگوها داشتن به سمت مینیمال شدن میرفتن. دیگه آخریش نوکیا بود که کلن یه قسمت از حرفا رو حذف کرد. و کاری که پپسی کرد خیلی کار جدیدی، کار جدید حساب میشد دیگه، چون کلن اصلا از اون حالت مینیمال در اومد به نظر من و به قول تو میخواسته برگرده عقب دیگه. میخوایم ببینیم که هوش مصنوعی میتونه لوگوی پپسی رو ریدیزاین کنه. ما اصلا اینو بگم تصمیم گرفتیم تو هر ویدیومون آخرش بگیم هوش مصنوعی میتونه این کار کنه یا نه. آره. بیا برو تو تکانش. آقا چرا تکانش؟ چون میجرنی اگه بدونید پولی شده خب و دیگه واسه ما تصویر نمیسازه.
ولی خب میتونی تکانش که رو تکانش ما این قابلیت اضافه کردیم که خب ما الان چی خواستیم از میدجرنی؟ بهش گفتیم که دوباره پپسی رو واسه ما ریدیزاینش کن، چطور؟ طوری که کانسپت فیوچر رو نشون بده، از آینده خواستمون صحبت کنه و اینکه جذاب باشه و زیبا باشه و سالم باشه. Shows the health of this brand. یعنی سلامت این برند رو به ما نشون بده، ببینیم که چی نشون میده. همون پپسیه ولی خیلی باحاله. آره ببین اون برگ سبز رو که نشون داده، یعنی خیلی هلفی و سلامت و سلامته و خیلی لوگوی قبلیش استفاده کرده. با من خیلی جذاب. آره پس میدجرنی میتونه لوگو یک بار دیگر تو این چالش هوش مصنوعی برنده بیرون. آفرین، باری کلا به هوش مصنوعی، صد باری کلا. به نظر تو این عقبگرد پپسی، به نظر ما البته عقبگرد، خوب بوده یا بد بوده؟ جواب بدن دیگه، من که متخصص جواب بدید که خوب بوده یا بد بوده. طراحی لوگو نیستم. ویدیو رو سابسکرایب کنید، زنگولش رو بزنین، روشن کنید، روشنم نکردین نکردین، ویدیو هامونو ببینید، ما تهش برامون بذارید. و تا یه ویدیوی دیگر، خداحافظ. آهوی غزلپای، غزلپای آهو. چرا استفاده جنسیتی کرد الان؟ ما راجع به این صحبت نکنیم بهتر.